علیرضا مرزبان مربی فوتبال از فرانکفورت همراه ما هستن. آقای مرزبان، افتادا به این موضوع بپرسیم که بازگرداندن همسر و دختر علی دایی رو آیا میتونیم بگیم به نوعی گروگانگیری حکومت هست برای ساکت کردن علی دایی و عدم حمایت او از مردم؟ با سلام به شما و آرزوی نابودی جمهوری اسلامی، باید این مثلا رو باید بگم به این صورت که ما انتظار دیگه هم از این جمهوری نداریم. اگر ما انتظار داشته باشیم که یک مقدار حتی بحث انسان دوستی در این رژیم وجود داشته باشه، یک بحثیه که ما خودمون رو زیر سوال میبریم. این رژیم تجسم شما باید این باشه، شما وقتی که از ایران میخواییم بیاییم بیرون، در دو ایستگاه پاسپورت شما رو کنترل میکنن، درباره ممنوع خروجی تو صحبت میکنن، ولی خانم دایی و دختر ایشون از این ایستگاه رد شدن، توی هواپیما بودن، توی پرواز بودن. این نشان دهنده یک مسئله دیگه هم هست که در واقع فروپاشی رژیم از درون خیلی وقت ادامه داره و همین مسئله داره رو به جلو میره که ارگان‌ها با هم اختلاف نظر دارن. خیلی جالبه که بخش گذرنامه که با اطلاعات کار میکنه مجوز دادن که خانم دایی بره به این سفر، ولی چه نیروهایی باعث شدن که وسط زمین و هوا همه مسافرها رو برمیگردونن و خانم دایی و فرزندشون رو پیاده میکنن؟ این انتظار عجیبی نیست، این کار عجیبی نیست که این حکومت میکنه. حکومتی که به سادگی انسانها رو نابود میکنه، خانواده هاشون رو متلاشی میکنه و دست به گروگانگیری همه جا میزنه، باید این مسئله رو بگیم. این فقط برای خاموش کردن صدای علی دایی نیست، بلکه این نشان دهنده فروپاشی یک نظامه که خودشون درگیر هستن و راه خودشون رو دیگه نمیشناسن. خبرگزاری تسنیم در رابطه با همین خبر هم نوشته که خانم مونا فراخ‌آذری همسر علی دایی به دلیل حمایت از معترضان ممنوع الخروج شده. چرا اگر کسی از خیزش انقلابی حمایت بکنه او را ممنوع الخروج میکنن؟ چیز عجیبی نیست. خیلی از انسان‌هایی که الان توی ایران هستن، هنرمندامون، ورزشکارامون، همه ممنوع خروج هستن که اینا رو اجازه نمیدن. جلو جلو به اینا اطلاع میدن، کسایی که درخواست میکنن بلیت میگیرن، جلو بهشون اطلاع میدن. ولی شما این مثلا از این بود نگاه کنید که چه نیروی دیگه‌ای وارد عمل شده، کسی که تونسته از دو ایستگاه بازرسی پاسپورت رو رد بکنه، سوار هواپیما بشه، ولی در هواپیما یعنی حدود یک ساعت بعد اخطار به هواپیما میدن و هواپیما رو برمیگردن و خانم دایی رو پیاده میکنن. این بحث اصلی این مسئله است که واقعا فروپاشی این رژیم داره نمودار میشه، که نخ در واقع نخنما داره میشه. ولی چیزی که هست، همون نشانی که ما از علی دایی داریم، از علی کریمی داریم، هیچ موقع اینا سرشون رو در مقابل دیکتاتورها خم نکردن. اینا همیشه مبارز بودن و خانواده هاشون هم همینطور، و مردم ایران به خاطر همین هم از همیشه ستایش میکنن از علی کریمی، از علی دایی، کسایی که در مقابل استبداد ایستادن، کسایی که توی خیلی از زمینه ها ثابت کردن که میتونن رژیم رو در واقع از هم بپاشونن و کسایی رو معرفی کنن به جامعه که نقش داشتن توی قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌هایی که در خارج از کشور انجام شده. و این مسئله چیز تازه‌ای نیست، این فشار به علی دایی نیست، در واقع این یک پیامدیه برای خود ما که بدونیم این رژیم داره از هم میپاشه. این رژیم خودشون دیگه نمیدونن، یعنی دست چپ نمیدونه دست راست داره چه کار میکنه. این مسئله در مورد اعدام‌ها بوده، در مورد دستگیری‌ها بوده و همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا مرزبان مربی فوتبال از فرانکفورت همراهمون بودید.